در مورد دردهای موضعی شدید، البته این خودش غیر موضعیه، یعنی مثلا یکی به شدت دلش درد میکنه، شما یه کانال میزنید، یعنی دستشو میگیرید پاشو میگیرید، خب تو اون لحظه درد شدید داره، شما نمیتونی بگی آه چشتو ببند ببین چی میشه و این حرف، اون اصلا درد امانشو بریده به اصطلاح نمیذاره. شما فقط دستشو میگیرید میگید ببین هر گزارشی داری یا چیزی پیش میاد به من بگو، منتظر میشید. بعدش برای لحظاتی این گزارشو داره که آره این درده کم شد کم شد کمتر شد کمتر شد. بعد حالا وقتی دردش افتاد تازه میفهمی یک کانالی باز شده و یک کانالی داره کارهایی رو انجام میده. درست شد؟ قرار شد ما محو باشیم. اینو فراموش نکنید. تو اون لحظه اگر شما کار خاصی بود که بهش فکر بکنید ما گفته بودیم. بعد شما اگر یه همچین چیزی بود شما وقتی انجام میشد میگفتید باری کلا به خودم خوب اون موضوع رو اجرا کردم، یعنی امتیاز رو برمیگردوندین به سمت خودتون، خوب اون تکنیک رو پیاده کردم، خوب نمیدونم فلان. اما اینجا چیزی نیست که منصوبه به شما بشه، شما یه فقط مجری بودین که دستشو بگیرید بگید خود چی شد. دقت میکنید؟ اگر از شما بپرسن که چی کار کردی یا چجوری نجات کردی، شما هیچی تو دستت نیست، نمیدونی. بنابراین منصوب و منتسب به شما نیست. حالا ممکنه خود شما به افرادی برخورد بکنید، حتی از گروه خود ما هم ببینید که طرف یه خورده ای هوا برش داشته، خب آدم دیگه، آدمی زاده دیگه، اینو میگیره یه مورد دو مورد ده مورد صد مورد، خب برای صد مورد میبینه که انجام میشه یواش یواش، ممکنه یه هوایی برش داره، خود عمرش مشتبه بشه که بله مثلا من دست بزنم اینجوری میشه، ممکنه هم هست. بله بله ممکنه. اگر برخورد کردید، اینه که داره میگیم فرادرمانی، یعنی همین، این هیچ چیز اضافه تر نداره. اگه درست صدم ببینید همینه. درست شد؟ اگر چیزی غیر از این بود بدونین یه چیزی بهش اضافه شده، یه چیزی، یه روغنداغ و پیازداغ و یه چیزایی بهش اضافه شده، چیزی غیر از این نیست. بعضی از دوستان اینجا مراجعه میکنن میگن آخه ما که هنوز دوره یکیم. میگم بابا جان درد اونم که دوره بالا داره، داره یه چیز دیگر رو میگذرونه، فرادرمانش همین بوده که اینجا گذرونده، تموم شد. یه مسئله دیگه رو ما در دوره ها برخورد میکنیم، همینه. اگر چیزی اضافه دیدید همونجا جواب بخواید، بگید این از کجا اومده؟ ما هم چیزی تو دورمون نداشتیم، این از کجا اومده؟ مربوط به کجاست و چیه؟ توضیح بخواید. چون اکثر دوستان ممکنه به اصطلاح بگن ما این چیز دیدیم، ولی میگن که ما فکر کردیم خب مال دوره بالاتر. نه، خب این مجموعه رو که داریم تعریف میکنیم کامله، راجب مجموعه فرادرمانی کامله. فقط ممکنه ما در دوره های بالاتر مثل دوره مثلا مربیگری فرادرمانی یه چیزی رو میگیم که شکل ساده همین مسئله است، چون الان ما اگر از این ساده تر حرف بزنیم یه سری ممکنه اصلا قاطی بکنه. خب مثل مثلا فرض کنید همین نظری رو که من میگم، همین نظر که گفتم یه نظر بندازیم، درست شد یا نه؟ ممکنه که الان یه خورده قاطی بکنیم که آقا چجور میشه من یه نظر بندازم اونجا درمان ایجاد بشه. خب ما قبلا اینو، اینا بحثای بوده که دورهای بالاترمون باز میکردیم، ولی الان احساس میکنیم که یواش 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 سطح عمومی انقدر بالاتر اومده که ما اینو از دوره بالاتر، از دوره مربیگری انتقال دادیم بحث نظر رو به همون دوره یک. مثلا دوستان سابق شما میشیدن که شما اسمو بخونید، درسته؟ اسمو بخونید به شبکه اعلام کنید، اما الان گفتیم نه، نظر به نظر با خوندن فرق میکنه. حالا میام دوره چیزتر، دوره های مثلا بالاتر مثلا مربیگری، اینا این همینه، فقط ساده تره.
چون که راه خدا هرچی میری جلوتر اینا، هرچی بریم جلوتر میشه قیفه، وقتی میریم جلوتر هی این کوتاه‌تر میشه، هی کوتاه‌تر میشه، هی کوتاه‌تر میشه، آخرش میشه یک نقطه. هرچی بریم جلوتر راه خدا رو کوتاه‌تر میشه. هر راهی رو که دیدیم که شاخ و برگ داره و دم و دستگاه و تشکیلات و فلانی حرفا، یه خورده جای اون جای شکه. اما مشکل ما اینه که سادگی کار عکس اون مسئله رو تصور میکنن، میگن که این که دنگ و فنگی نداره پس نمیتونه چیزی باشه. میدونید؟ یعنی عکس این. اما اگر 4 فرمول داشتیم، 6 چیز داشتیم، یک کارای اینجوری داشتیم، شاخ و برگای داشتیم، مشکلمون چی بود؟ یه خورده کمتر بود. ولی ما احساس میکنیم که این روح جمعی ارتقا پیدا کرده، الان میتونیم با هم راجع به نظر و نظربازی صحبت کنیم. خب در نظربازی ما بیخبران حیرانند. خب اون نظربازی چیه؟ همینه دیگه، نظربازی دیگه. خب این نظربازیه. بعد یارو میاد که آره حیرانه آقا، چطوری میشه؟